اکثر خیشاوندان اعضای زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان از مطرح شدن اسم نزدیکانشان در نشست حقوق بشری سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو خبر ندارند، ولی میگویم با اینکه امید به روشنی در قضیه همسر و پدرانشان دارند، باز هم سرنوشت آنها را خواست خدا میدانند. در جلسه هوشیگی سازمان امنیت همکاری اروپا روز 12 سپتامبر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جامعه جهانی خواستند که به قضیه محبوسان زندانی توجه کنند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شماری آنها را تخمیناً 200 نفر نامید. بعد آشوب مسلحانه ژنرال نظرزاده سپتامبر سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان ممنوع و یک تشکل تروریستی اعلان شد و در برابر ده‌ها طرفداران آن 13 عضو ریاستش به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. روز سه‌شنبه دفتر مطبوعات این حزب گفت که علیزه محمدعلی حید معاون محبوس رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حجم 78 صفحه به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستادند، در حالی که مخالفان توسط پخش زنده اینترنتی جلسه حاشیوی خود در ورشو از وضع زندانی‌های سیاسی اظهار نگرانی کردند. اکثر خویشاوندان این زندانی ها در تاجیکستان درباره این نشست خبر ندارند. از جمله سرنیسا جورایوا همسر محمد علی حید 13 سپتامبر برای رادیو آزادی گفت که از بس که به شبکه جهانی اینترنت دسترسی ندارد تا حال از این خبر آگاه نیست. سرنیسا جورایوا میگوید موافق با مقررات مربوط به محکوم شده ها به حکم ابد، او در نیم سال یک بار به دیداربینی همسرش میرود و ملاقات نزدیکترین آنها 27 سپتامبر در نظر است. گفتم تمام. آها، نیم 27 بینم. نمیدونم سلامتیشم. آخرین بار دخترو دیده بودم، اینمی چریف شیشه گام میزنی کوهم خیلی یامو پیش دیده بودم. سلامتیشون خوبم نباشه چی گفتم اتونا. نمیدونم. های کاری خدا نمیدونم ممکن. فراغت سیف‌الله‌زاده همسری سردبیری با 16 سال زندان محکوم شده ای هفتنامه نجات است که از جانب حزب منشوده نهضت اسلامی چاپ میشد. خانم سیف‌الله‌زاده گفت که درباره آن چی در بیرون از تاجیکستان و نشست سازمان امنیت همکاری اروپا میگذرد خبر ندارد و همچنین نمیداند که تا کجا پرونده همسرش شانسی بازبینی دارد و گفت که از خدا میخواهد که در پرونده همسرش تغییرات شود. نمیدونم آخر کالی مورم نه اون نفهمدیم خوب هست که نمولیم ما روز دیکشتیم نزدیز بر آمده بودم بهتر نه خوب هنه سوزم از اون چکر نیرستی اما ما شد ماده یک بار میبینیم اما دیدیم نیم ساعت ملاقات تمام بیدیم. در حالی که برخی دیگر خویشاوندان اعضای محکوم شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از صحبت با رادیو آزادی خودداری میکنند، دیگران میگویند بعد این مرافعه ها ترک کشور کرده در بیرون از وطن به سر میبرند. روز 12 سپتامبر در درآمدگاه سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو اعضای مخالفین عکس های کلان اعضای زندانی شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بلند کرده تلاش داشتند توجه شرکت داران سلسله جلسه های بخشیده به حقوق بشر را به سرنوشت این نفران جلب کنند.